چرا برخی از آدم ها خالکوبی میکنن؟ طبقه ای آمار حدودی 38% مردم بین 18 تا 38 سال حداقل یه خال روی بدنشون دارن که هر کدوم دلایل مختلفی براش دارن. بعضی میخوان خاص به نظر بیان، برخی هم یه واقعه یا اتفاق خاص رو میخوان برای همیشه روی بدنشون ثبت کنن. خیلی ها همراه داشتن یه سری نشون و علامت رو روی بدنشون خوشیومی یا احساس قدرت میکنن. این هنجار یا نهنجاری که مدت زیادیه با بشره، امروز به شکل‌های مختلف و جذابی در ورزشکارا دیده میشه که البته کسایی هم هستن که باهاش موافق نیستن. با هم بریم خالکوبی‌های بدن یکی از معروف‌ترین ورزشکارا رو مورد بررسی قرار بدیم. کانر مک‌گرگور، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی. اون خال‌های زیادی روی بدنش داره که با هم ببینیمشون. شماره 1، پشت پای راستش بالاتر از پاشنه، به عربی کلمه السرطان رو نوشته. جالبه بدونید حتی معنیش هم بلد نیست. اون میگه زمانی که مست بوده این کار رو انجام داده و حدوداً 20 یورو براش هزینه برداشته. شماره 2، کروسوفیکس که پشت گردنش نقش بسته، به معنی واقع مصلوب شدن عیسی مسیحه که در مسیحیت از اهمیت زیادی برخورداره. ولی کانر قبلا گفته بود که اصلا به دین و مذهب علاقه نداره و براش اهمیت ندارن. شماره 3، تهونورو هیلیکس، پشت کمرش در مسیر ستون و فقراتش تا پشت گردنش به شکل خارهای به هم پیشیده شده کشیده شده. معنای زیادی داره ولی به صورت کلی نشون داده و ادای احترام به عیسی مسیح و قربانی شدن عیسی مسیح. شماره 4، خالکوبی گوریل روی سینی اون. یه گوریل رو با تاج نشون میده که در حال خوردن یه قلبه. کانر فکر میکنه که پادشاه گوریلاست و اینکه داره یه قلب رو میخوره به این معنیه که هیچ احساسی نداره. شماره 5، خالکوبی روز موش. این تتو داره یه بوتی گل روز همراه با ساعته که ساعت 3:35 رو نشون میده که روی ساعد دست چپش حک شده و همچنین داره یه خنجر بزرگه که این گلو به دو قسمت تقسیم کرده و در پشتم با یه آقا رو با یه کلاه بزرگ نشون میده. شماره 6، خالکوبی ببر. مک‌گرگور معتقده که ببر یه حیوان شجاعه و اونم سبک ببر رو تو مبارزه کردنش قرار داده. اون میگه بعضی وقتا احساس میکنه یه ببره و وقتی شما یه ببر رو میبینید دیگه دیر شده و شما یه غذا محسوب میشین. شماره 7، اسم خودش و لقبش بالا و پایین ببر روی شکمش به شکل قرینه حک شده. مک‌گرگور و بدنام.